با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه و جمعی از مقامات ارشد استان حلب، سرکنسولگری کشورمان در این استان تاریخی اقتصادی افتتاح شد. امروز یک روز تاریخی در روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه هست و نقطه عطفی در مناسبات دو کشور هست. گشایش این سرکنسولگری در یکی از مراکز مهم اقتصادی سوریه در واقع بازتاب دهنده روابط راهبردی عمیق تاریخی و روبه رشد جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه است. اطمینان دارم که فعالیت‌های سفیر کشورمان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ با تروریست‌های مورد حمایت خارج در کنار دولت و ملت سوریه ایستاد اعلام کرد و در مرحله بازسازی و توسعه اقتصادی این کشور باز هم در کنار دولت و ملت سوریه خواهیم بود. ایران و سوریه ظرفیت‌های بسیار زیادی دارند. دوران جنگ این امکان رو نداد که ما بتونیم از تمام ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، گردشگری در واقع ما بتونیم استفاده بکنیم. الان این فرصت فراهم شده. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سوریه هم در سخنانی از طریق ویدئو کنفرانس این اقدام را در راستای گسترش همه جانبه روابط تهران و دمشق برشمردند و یاد و خاطره شهدای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، شهدای مدافع حرم و به ویژه برادر عزیزم سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو در این روز تاریخی گرامی می‌داریم. مقامات سوریه هم افتتاح سرکنسولگری کشورمان در شهر حلب شاخصی از برقراری ثبات، امنیت و آرامش در جامعه سوریه برشمردند که بیشک موجب ساماندهی و گسترش روابط تاریخی دو کشور در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خواهد شد. حلب مرکز تجاری و اقتصادی سوریه است و از امروز شاهد گشایش فصل جدیدی از روابط میان جمهوری اسلامی ایران و سوریه به ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجاری خواهیم بود. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، حلب.